یکی از قابلیت های جدید موشن عمق میدان یا همون فکوسه شما توسط این تکنیک میتونید یه چیزی رو که دوست دارید و فقط میخواید اون بین اندر رو جلب کنه و نظرش رو به سمت خودش بکشه توی فکوس بذارید و بقیه اون چیزهای دیگهی که حالا جلوترن یا عقبترن دیگه فکوس نباشن و تار باشن اسم این تکنیک دپت آف فیلد یا همون عمق میدانه این باتری ها رو من اینجا دقیقا برای همین درس ازشون عکس گرفتم و خیلی سریع و فوری بوده ببخشید اگر این عکس خیلی جذاب نیست پشت صحنه اگر بخواید ببینید دقیقا اینجا گرفته شده با سه تا کاغذ آچار خب حالا برگردیم توی موشن و اینجا ما دقیقا میخوایم همین کار رو انجام بدیم ما میخوایم این پرتقالهایی که اینجا هستن تار باشن و فقط همین یه دونه فکوس باشه برای این کار شما اول باید بیاین توی رندر و دپتا فیلد رو روشن کنید اگر شما بیایید اول دوربینتون رو دپتا فیلدش رو باز بکنید به طور مثال من اینجا میام این دوربین رو انتخاب میکنم میام توی دپتا فیلد. توی کامرا دپتا فیلد و اگر این عددا رو بالا پایین بکنم هیچ تأثیری نمیبینم علتش هم اینه که این قسمت حتما باید فعال باشه شما همونطور که میبینید بلا فاصله تاثیرش مشخص میشه این پرتغال تار شد یعنی به همین صورت یعنی کمتر و الان پرتغالی که فوکوس ما توی تصویر داریم این پرتغاله توی موش ما سه چهار عنوان داریم برای تغییر فوکوسمون که حالا همشون رو با هم میبینیم به طور مثال من اگه اینجا توی دوربین پرسپکتیو هم کاملا این مسئله مشخص میشه من اینجا یه فوکوس آفست دارم که حالا یه مقدار جلوتر رو توضیح میدیم یه نیر فوکوس و یه فار فوکوس. نیه فکوس این سطح جلویی شماست یعنی فوکوسینگ شما از کجا شروع بشه به کجا برسه و فار فوکوس اینی که تا کجا ادامه داشته باشه شما همونطور که اینجا میبینید چون فار فوکوس من الان اینجاست و میگم از اینجا به بعد دیگه هیچی فوکوس نیست یعنی در واقع از اینجا تصویر شارپه به اینجا که میرسه دیگه شارپیشو از دست میده و از فوکوس در میاد بقیه دیگه تارن اگر من اینجا بیام اجازه بدید اصلا دو تا نما بکنیم تصویر رو که یه مقدار واضح دیده بشه اگر من اینجا فار فوکوس هم که این تصویر هست رو حتی کمتر هم بکنم اینا بیشتر تار میشن و تار شدگیشون بیشتر میشه و بالعکس اگه اون رو زیادتر بکنم شما همونطور که میبینید پرتقال های بیشتری وارد فوکوس ما شدن پس شروع فوکوس رو یعنی شروع تار نمیدونم چه میشه توضیح داد شروع فوکوس رو نیر فوکوس تعیین میکنه و پایانش رو فار فوکوس من اینجا خیلی کم میکنم عمق فوکوسمون رو خیلی خیلی محدود که همه چی ترمان تار بشه اما عنوان دیگه ای که گفتم خدمتون میگیم این فوکوس آفسته همون چیزی که ما توی دنیای سینما به عنوان رک فوکوس یا فوکوس کشی میشناسیم اگر من بیام اینجا این تصویر رو بزرگش کنم دوربین رو انتخاب بکنیم من به محض اینکه آفست رو تغییر بدم شما میبینید که دیگه حالا این یکی فوکوس نیست این یکی فوکوسه و حالا به ترتیب الاخر و حالا باز شما میتونید مثلا بیایید اینجا توی پرسپکتیوتون ببینید که دقیقا این اتفاق به چه شکل داره میفته یعنی نیر فوکوس و فارفکوس کجا ها اگه میخواین اون رو باز هم تغییر بدی به طور مثال الان نیر فوکوس ما اینجاست من میتونم حتی باز هم یه خورده محدود تر کنم قسمت فوکوسینگ ما رو و حالا اگه بیایم توی کامرامون بینید که این یکی هم یه مقدار تارتر شده الان تقریبا اینه که فوکوس ترینه خب نکته دیگه که وجود داره میزان و شدت تار من اگه اینو بیام بزنم سر جای اولش این یکی پرتقال فوکوس باشه شدت تار شدگی رو اگه من زیاد بکنم شما همونطور که اینجا میبینید این پرتقال ها بیشتر تار میشن یا کمتر حالا فوکوس را من باز میتونم یه خورده جابجا جا کنم که حتی این هم یه خورده دی فوکوس باشه و فقط تمام تمرکزمون رو همین یه دونه باشه اما یکی دیگه از امکانات خیلی جذاب موشن حداقل توی بحث دپتا فیلد این عنوانی که شما اینجا دارید فیلتر فیلتر در واقع یه جورایی میشه گفت یه کلک نرم افزاریه اگر شما فیلتر رو روی گازین بذارید فقط تارشون میکنه عین اینی که شما تصویرها رو اینو یه خورده تار کرده باشید اینو بیشتر و اینو بیشتر اما وقتی اون رو میذارید روی دیفوکوس دقیقا این لنز عمل میکنه حالا البته شاید دقیقا خیلی آمیز باشه ولی سعی میکنه نزدیکتر به لنز بشه شما تعداد پره های شاترتون رو هم از اینجا میتونید تعیین بکنید که مثلا پنج باشه حالا یا بیشتر یا کمتر ما اگر اینجا یک تصویر متفاوت تری رو بخوایم ببینیم من یه نور رو اینجا اضافه میکنم نوری که روی این پرتقال اگر من اینو الان دپتا فیلد رو دارم شما میبینید که اینجا من یه نور به این پرتغال اضافه کردم و تغییر این دو تا تکنیک رو تو میتونیم ما خیلی خوب اینجا ببینیم وقتی گازینه فقط شما همونطور که بینید اینجا تاره و خب حالا دقیقا همون چیزی که ما انتظار داریم اما وقتی شما روی دیفوکوس میذاریدش دقیقا اتفاقی میفته که باید بیفته و همونطور که شما بینید تصویر تغییر میکنه یک بار دیگه من این کار رو انجام میدم از گازین به دیفوکوس اتفاق توی لنز زمانی که شما تصویر رو دیفوکوس میکنید اینطوریه که قسمت های روشن شما توی تصویر بزرگتر میشن و قسمت های تیره کوچیکتر میشن یعنی این روشنی ها زمانی که دیفوکوس هستن فضای بیشتری از تصویر رو پر میکنن و خودشون بیشتر نشون میدن تنها نکته که در مورد دفتا فیلد باقی میمونه اینه که شما اگر احیانا بخواید زمان رندر کوتاهتری داشته باشید و تصویرتون سریعتر به شما جواب بده میتونید اینجور رو گازیم بذارید چون برای نرم افزار محاسبش راحت تره دیفوکوس از اونجا که یه مقدار محاسباتش پیچیده تره شاید یه خورده نرمافزار رو بیشتر به چالش بکشه من اینجا بذارم روی پنجا دیگه خیلی هم نخوایم اقراخ شده بکنیم تصویر رو اما نکته باقی مونده تنها چیزی که اینجا باقی میمونه اگر یک بار من نگاه بکنم بلار امانت یا همون میزان تاریه که توضیح دادیم فوکوس آفست یا همون فوکوس کشی نیر فوکوس فار فوکوس تنها چیزی که هست اینفینیت فوکوس یا همون فوکوس بی نهایته. اگر شما بیایید اینجا و این فوکوس بی نهایت رو کلیک بکنید دیگه همه چی توی فوکوسه و این اینه که شما اصلا بیایید اینجا و دپتا فیلد رو آف بکنید شاید تنها علت این که این عنوان اینجا اضافه شده این باشه که شما بتونید سریع آن و آف بکنید فکوستون رو بدون اینکه نیاز باشه بخواید بیاید اینجا هی هر بار اون رو روشن کنید و خاموش بکنید وگرنه راستش رو بخواید من دلیل دیگه ای براش نمیبینم چون اصلا انگار تمام تنظیمات و کاری که اینجا کردیم هیچ فایده ای نداشته اگر ما این اینفینیت فکوس رو روشن بکنیم